سلام سلام از این نور زیبا که اومده تو خونه، یعنی ساعت خونه ما همین ساعت الانه، یعنی میشه ساعت چند؟ 5:30. البته که تا زمانی که هوا هنوز کمی تا 5:30 اینا روشنه، چون که به زودی هوا قراره که خیلی زود تاریک بشه. الان که دارم اینو میگیرم نیم ساعت دیگه مهمون میاد خونه و من هنوز هیچ کاری نکردم، ولی دوربینو گرفتم. ببین من چقدر متعهد به کار شدم، به خدا خیلی زیبا شده نور. با نگاش کن خیلی خوشگله. حالا مثلا سه تا بوده داشته یه جوری کمپانی میچرخیده، الان مثلا بکشه هفت بزن بعد برد خیلی آفرین. یعنی اینکه مثلا دور هم مثلا جمع شو بیایم بچا بیایم امشب اینجا پیتزا درست کنیم. بیایم امشب این کارو. بهت بابا من فقط. آره. نه. اصلایی که باز میکنم باش چیا میسازم سلام. نمیدونم آخرین بار که دوربین روشن کرده بودم کی بود. دچار نوسانات زندگی شده بودم. زندگیه که هی بالا پای میره، هی میاد، هی پشمات میریزه، میگی چه خبره. دچار اون شده بودم. اصلا نمیتونستم هیچ کاری بکنم. یعنی دیروز فقط دلم میخواست برم زیر پتو و بخوابم. حالا من خیلی ایزی میتونم بخوابم. عد دیروز که دلم اینو میخواست خوابم نمیبرد. خوابم نمی برد و هی بد و بدتر می شد. یعنی دیروز خیلی روز بدی بود، روز سنگین. از این روزایی که هست احساس میکنی همه دنیا افتاده روت، از سنگینیش میخوای مغزتو بکوبی تو دیوار. از اون روزام بود، خیلی روز بدی بود. امروز کمی بهترم ولی هنوز ساید افکتاش هست، من اینکه کامل رفته باشه ولی بهترم. دیگه گفتم
بلند شو، کلی کار داری، تلاش کن برای برگشتن به زندگی و ببین چه خبره. البته که چون از سفرم برگشتم تازه، اصولا هم از سفر که برمیگرده دیدید که دلت نمیخواد زندگی کنی اونجوری که قبلم بوده، یعنی تو اون روتینه. روزای اولش که برگشته بودیم خیلی خوب بود، اینجوری بودم که به به روتین رو برگردیم و اینا، بعد که یکم میگذره میگی زندگی فقط عشق و حال نبودا، الان تازه مثل که یادت اومده. خلاصه که برگشتم فعلا به زندگی و ببینیم چه خبره. گفتم دوربین رو همینطوری روشن بکنم، نمیدونم حالا دوباره کی رو دوباره روشن میشه، ولی گفتم روشن بکنم. در واقع میدونی این تصمیم به ولاگ گرفتنه چیز جالبی که داشت. اولین ولاگو خب من آپلود کردم، ولاگ روزانه بود و حقیقتا بعدم هم نیومد. دیدم جالبه. خب کانسپت ولاگ که ولاگ روزانه و ولاگ هفتگی و هر چیزی، کانسپتش که خب کلا برای همه همینه که چیزای اتفاقات ساده، اتفاقات عجیب، هر چیزی که تو لحظه تو زندگیمون داره اتفاق میفته رو به تصویر میکشیم دیگه، یعنی ثبتش میکنیم در واقع. و یه چیز جالبی که تو سفر که بودی نیلوفر، خب همیشه ولاگ میگیره نیلوفر دیگه، من تازه شروع کردم، میگفتش که برام جالب بود و دیدم، یعنی الان دارم تجربهش میکنم میگم چقدر بامزه است، این بود که برام شبیه مثلا دفترچه خاطره میشه و ثبت خاطرات، چیزی از خودت داری به جا میذاری، جالبه یعنی برا خودتم. من حالا داشتم دقیقا اولین ولاگر رو که ادیت میکردم دقیقا به این نکته رسیدم، مثلا یه حدودم یه تیکه هایی دارم میخندم چه اتفاقاتی افتاده و اگر اونو ثبت نکرده بودم و حالا الان نمیشستم و مثلا ولاگش نمیکردم، یادم میرفت که من فلان موقع به فلان چیز خندیدم و حال خوبی رو تجربه کردم. ولی این ثبته باعث شده که هی برم یاداوری بشه که خب این اتفاقم افتاده و تو مثلا اینجا خندیدی، اینجا این کارو کردی. خلاصه که جالبه، جدای از این که نمیدونم برای شما جذابیت داره یا نه، ولی برای خودم جالب بوده واقعا. فعلا که یعنی هست، ببینیم حالا بعدن چی میشه. ثبت خاطره یعنی یکی از اسمهای دیگه که میتونه این ولاگا داشته باشه برای خود اون شخصی که داره این کارو میکنه، ثبت خاطراته. الان میخوام برم، حاضر شم، باید برای ریهواس ویدیو بگیرم، چند تا کار جدیدشون رو برام فرستادن که باید برشون یه دونه ریلز درست بکنم، ببینیم که چی از توش در میاد. احتمالا شما رو میذارم پشت صحنه، پشت دوربین اونور که ببینید. دلم تنگه، خب این اولین لباس ریهواسه که میخوام ویدیوشو بگیرم، یه بافتنیه، اینو خودم خیلی دوستش دارم، یعنی این 100% تو استایل من هستش، اتفاقا هم پریشبم پوشیده بودم و خیلی دوستش دارم. یه دونه کمربنده از جنس خودش هم داره ریز که میتونی ببندی، که من ترجیح میدم نبندم. کلن برای مثلا یه سری برنده که تو میخواید مثلا باشون کار بکنی، براشون ویدیو درست بکنی دیگه، مثلا ریهواس خیلی چیزه، برند سختیه. برای اینکه توی سایتش وقتی میچرخی اکثر لباسایی که میبینی میگه خب مثلا اینا چیه، به درد من نمیخوره، بیشتر خیلی تم انگار مثلا مامان بزرگی و اینا داره، ولی خب اگر که توش بگردی میتونی چیزی پیدا بکنی و یه چشم خیلی بازی باید داشته باشی که توش مثلا چیز بهتر بتونی توش در واقع پیدا بکنی. حالا اینا هر چند وقت اضافه که مثلا یه کمپینی چیزی دارن اینطوری که مثلا یه لیست درست کردن از آیتم هایی که باید پروموت بشه، بعد میفرسته که تو بین اونا انتخاب بکنی دیگه. بین اونا مثلا من دوتاشو انتخاب کردم، بعد دیگه یه سریاش هم همینجور دوباره اضافه تر میفرستن. اینجوری هم که خب شما فقط داری کماد من علکی پر میکنی، نه من نمیپوشم. ولی دیگه حالا به هر حال اینو خیلی خودم دوست داشتم. اون دوتای دیگه تو چیزای خوبی هم، ولی تو استایل من شاید خیلی نباشن. این شاید فقط صرف الان ویدیوشو بگیرم و تمام. ولی چند تا دیگه که فرستادن که اونا که هرگز، اونا اصلا ویدیوش هم نمیگیرم. شب خوش.
تازه از خدایی، سرمه‌ایه خیلی ساده و کوتاه. این چاکش خیلی خوشگلش کرده خدایی. این چاکه اگه نبود خیلی دیگه چیز میشد، ولی این با مزه است. خب اینم پیرن بعدی که آستین بلنده، اینم با ساده کشباف و قرمز. حالا الان که ویدیو رو گرفتم تموم شده، یهو به این فکر کردم که خب دیوانه، چرا با گوشیت نگرفتی ویدیو؟ برای اینکه با گوشی وقتی که میگیری ویدیو رو، اولا که خب من کوالیتی دوربین رو خیلی ترجیح میدم، خیلی انقدر متفاوت کوالیتیش، چه توی عکس و چه توی ویدیو خیلی متفاوته، برای همین خب ترجیحش میدم همیشه، خصوصا زمانایی که میخوام مثلا برای یک تبلیغی چیزی ویدیو بگیرم یا مثلا عکس بگیرم ترجیحش میدم. ولی یه داستانی که هستش اینه که وقتی شما با دوربین ویدیو میگیری، خصوصا ویدیو، حالا عکس و ادیتش خیلی راحت تره بر من چون بلدم خیلی زیاد، ویدیو رو ادیت رنگ و نور و ایناش اونقدر را دستم نیستش مثل عکس، آپشناش هم فهم میکنم کلن کمتر باشه، برای اونا که حرفه‌ای‌ان و ویدیوگرافرن و اینا رو نمیگم، اونا که خب قطعا کارشونه، ولی من خب سال هاست با عکس در ارتباط بودم و کار کردم، برای همین برام راحت تره. خلاصه چقدر حرف زدم. با دوربین وقتی ویدیو میگیری رنگاش، خب رنگ دوربین میدونی الان انگار ادیت شده است، رنگ دوربین گوشی، ولی با دوربین خامه، باید بپزیش و خب وقتی پختن بلد نیستی اونقدر، چرا با این نمیگیری؟ اشتباه کردم، خیلی اشتباه کردم، ولی حالا امیدوارم یکم باهاش بر برم، برای همین هنوز لباس عوض نکرده نشستم ببینم در میاد یا نه، بر برم باهاش ببینم در میاد یا نه، امیدوارم در بیاد دیگه دوباره نگیرم از اول. سلام، امیدوارم کلیارتون خوب باشه. آقا اومدم یه جای خیلی بامزه، از شب قبل از هالووین تا فردا که هالووین میشم با هم دیگه قطعا خواهیم بود. یه سوپرمارکت جدید ایرانی هست این پشت به اسم ویسینیتی که در واقع توش قراره فردا یک ایونت هالووینی باشه. این یه کانسپت خیلی جدیدیه که توی دنیا داره اتفاق میفته، توی فکر میکنم شهرهای اروپایی خیلی یعنی کشورهای اروپایی خیلی بیشتر هستش که توی سوپرمارکت ها و توی جاهای این ریختی میان پارتی میگیرن، یعنی دیجی هستش و ریف پارتی میگیرن. حالا پرهام اومده اینجا و داره این ایونت رو برگزار میکنه، پرهام به همراه ارشیا دوستمون که زیاد دیدینش، با هم دیگه این ایونت رو دارن برگزار میکنن توی سوپرمارکت ویسینیتی و فکر میکنم که اتفاقات جالبی باشه. حالا دیتیلای توش رو الان اومدیم که حالا من که اومدم نگاه میکنم، بچه ها همه رو درست کردن. من که توهمی شدم فکرم پشتم کسیه، بچه ها همه رو درست کردن و من اومدم نظارگرم برای شما، به سری ویدیو گرفتم که ببینین خیلی بانمک و بامزه است. صداهای عجیبی میاد، اینا عادی نیست، هالووین شده یعنی چی؟ خلاصه که جالبه بهتون نشون میدم پس که فردا که خود پارتی اصلیه که خودم میخوام چی بپوشم و اینا رو بهتون همه نشون میدم دیگه. چه کسافتیه این؟ آفرین. Thank you.
لعنت وای اینا نوشیدنی هایی که درست کردم شبیه کیسه خونه و خیلی با نمکه چرا خوبن اینا؟